اما در خبری دیگر از ایران، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید کسانی که توهم نفوذ دارند در امور محیط زیست تصمیم گیری میکنند و انجمنهای علمی هم در قبال آن سکوت میکنند. عیسی کلانتری با طرح این پرسش که مگر ما حق داریم در امور نظامی دخالت کنیم گفت آنها تفکر خود را بر ما تحمیل میکنند. سازمان اطلاعات سپاه از بهمن ماه جمعی از فعالان محیط زیستی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. اما برای گفتگوی بیشتر در این مورد آقای سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست از تورنتو همراه ما هستند. آقای خسروی فرد، نهادهای نظامی و امنیتی چقدر در وضع نامطلوب محیط زیست در ایران دخیل هستند؟ بله، البته این چیز پوشیده‌ای نیست. مرتبا اخبار مربوط به مسائل ساخت و سازهایی که به خصوص قرارگاه خاتم الانبیا انجام داده در سد گتبند و بقیه پروژه‌ها در دریچه ارومیه و غیره، می‌بینیم که اخبار مطلوبی نیست و اثرات نامطلوبی گذاشته. ولی به هر حال نقش گوینده این سخنان، یعنی آقای کلانتری، هم بد نیست که بهش اشاره بشه. ایشون در سابقه خودش هیچ وقت دوستدار محیط زیست نبوده. خاطر اون باشه در خوزستان اون طرح کشت و صنعت مورد اعتراض جمعی از کارشناسان قرار گرفت، ولی خب ایشون اون موقع که وزیر کشاورزی بود بهش توجهی نکرد. همین امروز هم ایشون با طرح انتقال آب مثلا از دریای خزر به سمنان موافقت میکنه. بنابراین در حوزه حرف میبینیم که آقای کلانتری طرفدار و مدافع محیط زیست، اما در عمل کاری براش نکرده، و چه در گذشته و چه در امروز. بنابراین این که بخوایم توجه بکنیم که با حرف مشکلی حل بشه، به نظرم بسیار بعید. آخه میگم ببینید، آقای کلانتری پیشتر هم از بازداشت فعالان محیط زیست انتقاد کرده و خب خواستار آزادی اونها شده بود. چقدر این صحبت‌های جدید آقای کلانتری مورد توجه نهادهای نظامی قرار میگیره فکر میکنید؟ من فکر نمی‌کنم اصلا توجهی بهش بکنن. ببینید، آقای کلانتری در صحبت‌هاش مرتبا خواهان آزادی شده. 4 روز 5 روز قبل هم سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای از این صحبت رو که خب یه نفر خواهان آزادی دیگران شده، این که ملاک نیست. بنابراین در حوزه عمل به نظر میاد آقای کلانتری و تیمشون کاری برای کسانی که الان در بازداشت هستن نکردن، یا حتی در ارتباط با مسائل محیط زیست و دخالت نظامیان بعیده که کار عملی کرده باشن. حداقل ما چیزی به صورت عملی نمی‌بینیم. در این حال باید اشاره بکنم، بفهمید، خیلی کوتاه، به اینکه در صحبتاشون آقای کلانتری خواستن که تشکل‌ها و سمن‌ها به اصطلاح راجع به این مسئله بازداشت‌ها موضع‌گیری بکنن. این هم یک خواسته بسیار به نظر من بیش از اندازه است، به این دلیل که در تمام این سال‌ها توانمندسازی نشده، تشکل‌ها کارهای اجتماعی اثرگذار نکردن، از ورود به مباحث سیاسی منع شدن. و در نظر بگیرید دستگیری کسان محیط زیستی‌ها در داخل، این بحث راجبشون هست که این یک کشمکش سیاسی است و محیط زیستی های دستگیری قربانی کشمکش سیاسی داخلی است. ممنونم از شما سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست از تورنتو با ما همراه بودند.